انسان کامل، نوشته عزیز الدین نصفی، تهیه شده در هستی اوریان. رساله اول، قسمت دوازدهم، در بیان ترقی روح انسانی. بدان که اهل شریعت میگویند که انسان چون تصدیق انبیا کرد و مقلد انبیا شد، به مقام ایمان رسید و نام او مؤمن گشت، و چون با وجود تصدیق و تقلید انبیا عبادت بسیار کرد و اوقات شب و روز را قسمت کرد و بیشتر به عبادت گذرانید، به مقام عبادت رسید و نام او عابد شد و تمام گشت. و چون با وجود عبادت بسیار روی از دنیا به کلی گردانید و ترک مال و جاه کرد و از لذات و شهوات بدنی آزاد شد، به مقام زهد رسید و نام او زاهد گشت. و چون با وجود زهد اشیا را کماهیه و حکمت اشیا را کماهیه دانست و دید، چنان که در ملک و ملکوت و جبروت هیچ چیز بر وی پوشیده نماند و خود را و پروردگار خود را شناخت، به مقام معرفت رسید و نام او عارف گشت. و این مقام عالی است و سالکان اندکی بدین مقام رسند که سرحد ولایت است. و چون با وجود معرفت او را خدای تعالی به محبت و الهام خود مخصوص گردانید، به مقام ولایت رسید و نام او ولی گشت. چون با وجود محبت و الهام او را حق تعالی به وحی و معجزه خود مخصوص گردانید و بر پیغام به خلق فرستاد تا خلق را به حق دعوت کند، به مقام نبوت رسید و نام وی نبی گشت. چون با وجود وحی و معجزه او را حق تعالی به کتاب خود مخصوص گردانید، به مقام رسالت رسید و نام او رسول گشت. و چون با وجود کتاب شریعت اول را منسوخ گردانید و شریعتی دیگر نهاد، به مقام اولوالعزم رسید و نام او اولوالعزم گشت. و چون با وجود آنکه شریعت اول را منسوخ گردانید و شریعتی دیگر نهاد، او را خدای تعالی ختم نبوت گردانید و به مقام ختم رسید و نام او خاتم گشت. این بود ترقی روح انسانی. ای درویش، روح مؤمن یک مرتبه ترقی کرد و روح خاتم 9 مرتبه ترقی کرد. چون اول و آخر را دانستی، اکنون باقی را همچنین می دان. چون ترقی روح انسانی معلوم کردی، اکنون بدان که اهل شریعت می گویند که ترقی روح انسانی همین 9 مرتبه بیش نیست، و این هر 9 مرتبه اهل تقوا و علمند. اما هر کدام مرتبه ای که بالاتر است و آخرتر، علم و تقوای او بیشتر است.
چنان که علم و تقوای هیچ کس به علم و تقوای خاتم نرسد و هر کدام آخرتر بالاتر. مقام او که بعد از مفارقت غالب بازگشت او بدان خواهد بود عالی‌تر و شریف‌تر است. چنان که مقام هیچ کس به مقام خاتم نرسد، عرش خاص مقام خاتم انبیاست. به نزدیک اهل شریعت این هر نه مرتبه عطایی‌اند و هر یک را مقامی معلوم است و به سعی و کوشش از مقام معلوم خود در نتوانند گذشت، از جهت آنکه به نزدیک اهل شریعت ارواح را پیش از اجساد آفریدند، هر یک را در مقام معلوم هم از روی مکان و هم از روی مکانت، چون به غالب آیند و عمر خود ضایع نکنند و به سعی و کوشش مشغول باشند به مقام خود رسند و از مقام معلوم خود در نتوانند گذشت. اهل حکمت هم میگویند که ترقی روح انسانی همین نه مرتبه بیش نیست و این هر نه مرتبه اهل علم و طهارتند و هر مرتبه که بالاتر است علم و طهارت وی بیشتر است. مقامی که بعد از مفارقت غالب بازگشت وی به آن خواهد بود عالی‌تر و شریف‌تر است. اما اهل حکمت میگویند که این هر نه مرتبه کسبی‌اند و هیچ کس را مقام معلوم نیست. مقام هر کس جزاء علم و عمل وی است. هر که علم و طهارت بیشتر کسب می کند مرتبه وی بالاتر می شود و مقامی که بازگشت وی بدان خواهد بود عالی‌تر و شریف‌تر می گردد، از جهت آنکه نزدیک اهل حکمت ارواح را پیش از اجساد نیافریدند، ارواح را با اجساد آفریدند. اهل حکمت گویند که هیچ کس را مقام معلوم نبوده باشد، هر یک مقام خود را اکنون پیدا می کند و دیگر اهل حکمت می گویند که هیچ چیز را ختم نیست و اگر همه چیز را ختم هست باز آغاز هست، یعنی در آخر دور قمر همه چیز به کمال خود رسد و هر چیز که به کمال خود رسید ختم آن چیز شد، باز در اول دور دیگر همه چیز را از ابتدا باشد تا باز به تدریج به کمال خود رسند. اهل وحدت میگویند که ترقی روح انسانی را حدی پیدا نیست، از جهت آنکه اگر آدمی مستعد را 1000 سال عمر باشد و در این 1000 سال به تحصیل و تکرار و مجاهدات و اذکار مشغول بود، هر روز چیزی داند و چیزی یابد که پیش از آن روز ندانسته باشد و نیافته بود از حکمت، از جهت آنکه علم و حکمت خدای نهایت ندارد.
دیگر اهل وحدت میگویند که هیچ مقامی شریفتر از وجود آدمی نیست تا بعد از مفارقت غالب بازگشت روح آدمی به آن مقام باشد. جمله افراد موجودات در سیر و سفرند تا به آدمی برسند. چون به آدمی رسیدند به کمال رسیدند و معراج همه تمام شد. و آدمی هم در سیر و سفر است تا به کمال خود رسد. و چون به کمال خود رسید معراج آدمی هم تمام شد و میوه موجودات به کمال خود رسید. و به نزدیک اهل وحدت کمال آدمی وجود ندارد، از جهت آنکه آدمی به هر کمالی که برسد نسبت به استعداد وی و نسبت به علم و حکمت خدای هنوز ناقص باشد. پس آدمی را که کامل گفته می شود به نسبت گفته می شود. و به نزدیک اهل شریعت و اهل حکمت کمال وجود دارد. کمال آدمی در چهار چیز است: اقوال نیک، افعال نیک، اخلاق نیک و معارف. و مراد از معارف معرفت چهار چیز است: معرفت دنیا، معرفت آخرت، معرفت خود و معرفت پروردگار خود. روابط عمومی هستی اوریان.